به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خرسندم که بار دیگری توفیق حضور در جمع عزیزان رو پیدا میکنم و در خدمت شما هستم با جلسه ششم از سلسله جلسات شرح قصه های شیخ اشراق. اگر خاطرتون باشه رسیده بودیم به میانه های داستان مونس العشاق یا فی حقیقت عشق و نکاتی رو توضیح دادم جهت فهم بهتر آنچه که در داستان آمده است و روایت شده با وام کردن مفهوم کهن الگوی پیر فرزانه در میان مفاهیمی که یونگ برساخته است و نظام آرکیتایپ محور او. در پرانتز این رو عرض بکنم، نکات نیکویی هم در بخش پرسش و پاسخ در گرفت. من مبتنی بر این مفهوم کهن الگوی یونگی یا آرکیتایپ یونگی مقاله اخیراً یعنی 4-5 روز پیش منتشر کردم، البته در بحث از طنز الهیاتی که مقوله است ناظر به چگونگی مواجهه با مسئله شرور در این عالم به روایت خود، که پیشتر در مصاحبه‌ای در خرداد ماه تحت عنوان میتوان به سراغ خدا رفت، مصاحبه انتقادی بلندی که در سایت زیتون منتشر شده، این رو آورده بودم اما مجال بست نیافته بود. خوشبختانه در این مقاله تا حدودی اون رو بست دادم. باری هم از فروید نام بردم به عنوان مبدع روانکاوی و کسی که از مکانیزم‌های دفاعی سخن گفته است و هم از جناب یونگ که در این سلسله جلسات ما تا کنون به تفاریق نام او به میان آمده است و هم از مباحث او در باب تیپولوژی‌ها و تفاوت میان درون نگر ببخشید تفاوت میان اینتراورژن ها و اکستراورژن ها، کسانی که درونگران و برونگرا استفاده کردیم جهت تحلیل شخصیت سهروردی، همچنین در بحث از کهن الگوی پیر فرزانه که نوبت پیشین به تفصیل به آن پرداختیم. باری بر همین سیاق من از مفهوم کهن الگوی دلقک که شاید در زبان فارسی ما اگر به آن کهن الگوی طناز بگوییم بیشتر افاده معنا میکند، چرا که همانطور که میدونید در میان ما وقتی که از دلقک سخن به میان میآید یک کانوتیشن منفی احیانا میتونه داشته باشه، یا دست کم اون کانوتیشن و بار معنایی که در فرهنگ غربی داره و طنز به مثابه امری که جا افتاده است در میان ما کمتر این گونه است. به هر حال اون کهن الگوی دلقکی که البته نشانه بلوغ روانی است و تسخر میزنه، طعن میزنه، طعن توأم با تسخر در جهان پیرامون، اون رو وام کردم جهت ایضاح بیشتر مفهوم طنز الهیاتی. اگر دوستان مایل باشند میتوانند اون مقاله رو بخوانند. از قضا در پانوشتای اون مقاله توضیح دادم که من از دیگر کهن الگوی یونگی که پیر فرزانه باشه در جهت شرح داستان‌های سمبولیک شیخ اشراق در درس گفتارها هم استفاده کردم و نوبت پیشین هم گفتم مقاله‌ای که در این باب نگاشته شده است و من از اون مقاله استفاده کردم جهت تقریر سخنانم. متاسفانه فراموش کردم اسم نویسندگان رو برای عزیزان بیاورم در گروه مینهم و برای دوستانی که گوش میکنن این سلسله جلسات رو حتما نوبت آتی میخوانم. مقاله بود در یکی از فصلنامه ها، ارجاعش در مقاله من هست، در مقاله الهیات سینوی، طنز الهیاتی و مسئله شر. بنیکی از مفهوم آرکیتایپ یونگی بهره برده بودند نویسندگان جهت ایضاح بیشتر داستانهای سمبولیک سهروردی و این کهن الگوی پیر فرزانه که نماد خرد موروثیه و جزء سرشت همه انسان‌ها محسوب میشه، اینجا به کار
جناب سهروردی آمده است. سهروردی که در کار سنتز ایرانیت و اسلامیت بوده است، به توضیحی که به تفصیل در جلسات پیشین دیدیم. خب یادمون باشه که در مقام گفتگوی عشق با زلیخاییم. حسن که دو برادر کوچکتر رو که عشق باشه و حزن باشه به نوعی جواب کرد، به تعبیر متعارف دست استقنا سینه زد و پس زد این دو برادر رو و رفتند. یادتون هستی که حزن رفت به سرزمین کنعان و به سر وقت یعقوب کنعانی رفت و جناب عشق آمد به مصر و سر از حجره زلیخا در آورد. یادتون هست و دیدیم که گفت در میان اعراب به من عشق میگویند، در عجم من رو مهر میخوانند، در آسمان به خرد مشهورم و در زمین به انیس معروفم. و بعد در همینجا اگر باز خاطر عزیزان باشه، من گریزی به حکیم ابوالقاسم فردوسی زدم و اینکه شاهنامه او رو میتوان خردنامه خواند و اینکه از خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دستگیرد به هر دو سرای که در شاهنامه یاد میکنه. گفتم که هم از تعبیر خردی که اینجا استفاده کرده سهروردی و هم تعبیر دلگشایی که در ادامه که امروز خواهیم خواند آورده است، به هر حال نشان میدهد که مأنوس بوده با آثار پیشینیان خود، از جمله فردوسی که نماد ایرانیت بوده است. به این سبب از او یاد کردم. از قضا در فاصله میان این دو جلسه با دوست دانشور و مولوی پژوه و فردوسی پژوه عزیزم دکتر نوید بازرگان گفتگو می کردیم که تحقیقات نیکویی در باب شاهنامه انجام داده اند، ساکن دی سی و ایالت مریلند در امریکا هستند چند سالی است و من هم توفیق داشتم چند بار میهمان ایشان باشم و در جلسات شرح مثنوی و عرض می شود کنفرانس هایی که برگزار کرده اند به عنوان سخنران سخن بگویم. باری در باب سهروردی با هم سخن می گفتیم و من پاره از این استشهادات رو برای ایشان نقل می کردم، ایشان هم با من همداستان بودند که هم خردی که اینجا سهروردی یاد کرده است و هم احیانا اون تعبیر دلگشای و خرد دلگشای که از تعابیر فردوسی است می تواند پس ذهن سهروردی بوده باشد هنگام نگارش این داستان ها، همچنان که راجع به رابطه حافظ و عرض می شود که سهروردی به تفاریق دو نوبتی پیش سخن گفتیم و توضیح دادم که تا چه میزان حافظ متأثر از سهروردی است، ولو اینکه تفوه نکرده بدان، ذکر نکرده است، شیوه مرسوم گذشتگان بوده است و اختصاصی به حافظ و سهروردی و فردوسی ندارد. شما در مولانا هم میبینید که اقتباسات و تأثیرات شگرف و زیادی از غزالی گرفته است، اما از او یادی جز یک بار نکرد. یا بیان جلوتر، عهد صفوی، فیلسوف بزرگ ما ملا صدرا تأثیرات فراوانی از پیشینیان خود گرفته اما ارجاع به تعبیر امروزی نداده است که نرم اون روزگار بوده. امروزه فرق میکنه و شما اگر ایده‌ای رو هم از کسی بگیرید، تعبیری رو هم از کسی بگیرید، بناست که نقل بکنید و این چنین حق مالکیت معنوی رو به رسمیت بشناسید. باری اینجا بودیم و بحث از پیر جاوید خرد و شهرستان جان که از همینجا من بحث رو پی میگیرم. اشاره هم کردم چنان که یکی از دوستان عزیز که امروز هم در خدمتشون هستیم در بخش پرسش و پاسخ آوردند، اون تعابیر لطیفی که در داستان گنجانده شده است از احوال سهروردی خبر میدهد، از اینکه من از بیت المقدسم، از محله روح‌آبادم، در همسایگی حزن خانه دارم، صوفی مجردم و هر روز به منزلی باشم و هر شب جایی مقام سازم. اینا همه از احوال این سالک سنتی شورید سر خبر میدهد که درباره اش در جای خود به تفصیل سخن گفتیم. خب
اگه یادتون باشه در انتها رسیدیم به اون قصر نه طبقه، کوشک نه اشکو، که بالای اون تاقیه که اون رو شهرستان جان میخوانن. و گفتیم که بارویی دارد از عزت و خندقی دارد از عظمت، و یک پیری جوان که موکله و نام آن پیر جاوید خرد است. اشاره کردم به این که در قرآن همین تعبیری طفلانی که پیر می شوند بر اثر مهابت و ابهت روز قیامت به کار رفته است، و این تعبیر سمبولیک و عرض می شود تعبیری که به هر حال توامان که نمی شه، کسی هم پیر باشه هم طفل باشه، هم جوان باشه هم پیر باشه، حکایت از امری می کنه و از امری پرده بر می گیره. باری این پیر جوان گفتیم کتاب الهی می داند، خواندن و فصاحتی عظیم دارد، اما گنگ. باز ببینید پیرو آنچه که مهری خانم نوبت پیشین گفتند، این تعابیر پارادوکسیکال رو که به کار برده است، خب یه جور زبان به تناقض‌گویی افتاده و باز این اختصاصی به سهروردی نداره در مقام توصیف این احوال. ببینید از همونجا دوباره براتون میخوانم بخشیش رو که: و بر دروازه آن شهرستان پیری جوان موکل است و نام آن پیر جاوید خرد. خب بعد در ادامه میگه کتاب الهی داند خواندن و فصاحتی عظیم دارد، اما گنگ است. خب کسی که فصیح سخن میگه، بلیغ سخن میگه، میشه گنگ باشه؟ کسی که پیره میشه جوان باشه؟ و بعد در ادامه و سخت کهن است، اما هنوز سستی در او راه نیافته است. یا بخوانید و سخت کهن است، اما هنوز سستی در او راه نیافته. باز میشه یه درختی که کهنسال باشه، یه انسانی که کهنسال باشه، اما هنوز فتور و سستی در او راه پیدا نکرده باشه. نمیشه، یعنی در حالت متعارف نمیشه. و این اوصاف متضاد خب از احوال نامتعارفی پرده برمیگیره. مولانا در یکی از غزلهای لطیفش در دیوان شمس این اوصاف متضاد و گوناگون رو در کنار هم آورده است. غزل از شهرتی برخورداره و عموم دوستان اون رو شنیده اند و احیانا به خاطر دارند. آه چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم، کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. گفتمانی بگفت های خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم من در زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. بانگ آمد چه میدوی بنگر، در چنین بانگ آمد چه میدوی بنگر، باری اینت بی پای پا دوان که من. ببینید تعابیری مثل بی پای پای دوان، ساکن روان، گویای بی زبان، اینا همه از نوعی مواجهی با جهان پیرامون پرده بر میگیره که البته نامتعارفه، چون ما در حالت روزمره و گفتگوهای جاری هیچ وقت این تعابیر رو کنار هم به کار نمیبریم. یعنی وقتی به کار میره باید معنای سمبولیک داشته باشه، چون اوصاف متضاده. نمیشه کسی فصیح باشه اما گنگ هم باشه، کهن باشه اما سستی هم در اون راه پیدا نکرده باشه. وقص الهازه. خب این موکلی است که در آستانه شهرستان جان قرار گرفته است. توجه میفرمایید؟ بعد ادامه میده سهروردی، میگوید و هر که خواهد که به آن شهرستان رسد، این چهار تاق شش تناب را بگسلد و کمندی از عشق سازد. کمند گفتیم یعنی ریسمان و تناب. و زین وقت بر مرکب شوق نهد و به میل گرسنگی سرمه بیداری در چشم کشد و تیغ دانش به دست گیرد و راه جهان کوچک گیرد و از جانب شمال در آید و ربع مسکون طلب کند. خب این که کسی شال و کلاه میکنه به اصطلاح و میخواد بره به سمت شهرستان جان، یعنی
بگذرد از موکلی که پیر جاوید خرد است که در آنجا واقع شده است و میخواد بره به سمت بیسو، به سمت شهرستان جان. خب حالا اسبوزین میکنه و گفتیم نوبتی پیشین هم در انتها که خب بحث گرسنگی و اون باز یکی از اوصاف خود جناب سهروردی که کثیر و سکوت بود و قلیل و طعام بود، چندان اهل خوردن نبود و به این معنا گرسنگی رو اینجا هم در کار آورده است، اشاره میکنه که این مقدمات رو تمهید میکنه این فرد و کسی که میخواد بره و پای بنهد در شهرستان جان. یادمون باشه همه اینها از زبان عشق خطاب به زلیخا. سیاق داستان رو فراموش نکنید دوستان. خب و چون در شهرستان رسد کوشتی بیند سه طبقه. من این بخش رو که حدود دو صفحه از داستان هست و با جزئیات و دقایق آمده است، بخشهایش رو براتون میخوانم. اگر عزیزان مایل باشند میتوانند دیگر جزئیات و دقایق رو ببینن، چون مایلم که ادامه بدیم و ببینیم قصه زلیخا و عشق به کجا میرسد. در این حال این کوشک سه طبقه رو من طبقه هاش رو براتون توضیح میدم تا به دروازه ها برسیم. دروازه ها رو به ایجاز ازش یاد میکنم. میگوید و چون در شهرستان رسد کوشکی بیند سه طبقه. میرسه به شهرستان جان این کسی که میخواد بره به اون سمت. در طبقه اول دو حجره پرداخته و در حجره اول اتاق تختی برای گستریده و یکی بران تخت تکیه زد. طبعش به رطوبت مایل. از طبیعت شناسی قدما داره استفاده میکنه سهروردی اینجا. میگه خب میبینه در طبقه اول اون قصر که دو تا حجره است. در حجره اول تختی بر آب گستریده و یکی بر آن تخت تکیه زده. طبعش به رطوبت مایل. زیرکی عظیم اما نسیان بر او غالب. آدم زیرک و هوشمندی است اما فراموشکاره. هر مشکلی که بر او عرضه کنی در حال حل کند ولیکن بر یادش نماند. خب این کسی که نشسته است و تکیه زده بر تختی که بر آب قرار گرفته است و در همسایگی او در حجره دوم تختی از آتش گستریده. توجه دارید دیگه، از تضاد آب و آتش داره استفاده میکنه و بعد هم پای آب و طبایع چارگانه رو سهروردی به میان میآورد. و در همسایگی او در حجره دوم تختی از آتش گستریده و یکی بر آن تخت تکیه زده. طبعش به یبوست مایل. خاطرتون از اولی طبعش به رطوبت مایل بود. طبعش به یبوست مایل. چابکی جلد اما پلی. کشف رموز دیر تواند کرد اما چون فهم کند هرگز از یادش نرود. چون وی را ببیند، یعنی وقتی ببیند اون کسی که آمده است و در شهرستان جان وارد شده است، چون این فرد رو ببیند چرب زبانی آغاز کند و وی را به چیزهای رنگین فریفتن گیرد و هر لحظه خود را به شکلی بر وی عرضه کند. باید که با ایشان هیچ التفاتی نکند و روی از ایشان بگرداند و بانگ بر مرکب زند و به طبقه دوم رسد. داره عشق به زلیخا میگه که وقتی کسی که قصد شهرستان جان کرده است و آمده و پای در کوشک نهاده است، در طبقه اول که اینها رو میبینه باید التفاتی نکنه وقتی که اون چرب زبان رو میبینه و بانگ مرکب بزنه بر اسب خودش، بر عرض میشود مرکبی که سوار شده است، بانگ بزنه و پیش بره تا بره به طبقه دوم. آنجا هم دو حجره بیند. تصور بکنید اون از طبقه اول بود در طبقه دوم. آنها هم آنجا هم دو حجره بیند. در حجره اول تختی از باد گستریده و یکی بران تخت تکیه زده. طبعش به برودت مایل. دروغ گفتن و بهتان زدن و هرزگویی و کشتن و از راه بردن دوست دارد و پیوسته بر چیزی که نداند حکم کند. خب اوصاف عرض می شود که کسی که اونجا واقع شده است رو میبینید در طبقه دوم که در حجره اول.
دروغ گفتن و بهتان زدن و هرزگویی و کشتن رو دوست میکنه. و در همسایگی او در حجره دوم تختی از بخار گستریده. اولی باده، در طبقه دوم، دومی بخار. و بران تختی که تکیه زده، طبعش به حرارت مایه، نیکوبد بسیار دیده، یا نیکوبد بسیار دیده، گاه به صفت فریشتگان براید و گاه به صفت دیوان، چیزهای عجب پیش او یابند. نیرنجات نیک داند و جادویی از او آموزند، چون وی را ببیند چاپلوسی پیش گیرد و دست در عنانش آویزد و جهد کند تا وی را هلاک کند. تیغ با ایشان نماید و به تیغ بیم کند تا ایشان از پیش وی بگریزند. خب توجه میکنید دیگه، مت سلیس و روانه. وقتی که میاد به سراغ اون کسی که بر تختی از بخار تکیه زده است، میگه خب این اوصاف دوگانه داره، هم صفت فرشتگان دارد و هم صفت دیوان، و هم اهل جادو و جنبل است و هم چاپلوسی میکنه و میخواد که او رو از پای در آوره. باید او تیغ و عرض میشود که سنان و تیزی در دست داشته باشد و او رو تهدید بکنه تا از پیش او بگریزن و آنجا نماند و به طبقه سوم برسه. خب میبینید همه اینها سمبولیزمیه که حالا میبینیم پس از آن اون وقت به سر وقت دروازه های پنجگانه میره فرد. چون به طبقه سوم رسد، حجره ای بیند دلگشای، و در آن حجره تختی از خاک پاک گستریده. توجه کردید دیگه، در طبقه اول آب بود و عرض می شود که آتش، در طبقه دوم باد بود، در طبقه سوم نوبت خاک رسیده است، طبایع چهارگانه رو. چون به طبقه سوم رسد، حجره ای بیند دلگشان، و در آن حجره تختی از خاک پاک گستریده. بر آن تخت یکی تکیه زده، طبعش به اعتدال نزدیک، فکر بر او غالب، امانت بسیار نزدیک او جمع گشته، و هرچه به او سپارند هیچ خیانت نکند. وقتی که سالک طریق به طبقه سوم میرسه، یه حجره دلگشایی رو میبینه و تختی که از خاکه، و اون خاک هم خاک پاکه، و آدم معتمدی اونجا واقع شده. میگوید هر غنیمت که از این جماعت حاصل کرده است به او سپارد تا وقتی دیگرش به کار آید، و از آنجا چون فارغ شود و قصد رفتن کند، پنج دروازه پیش آید. خب همه آنچه که گرفته بود و دیدیم که توضیح طبقه دوم هم داد که فرشته صفت و دیو صفتی به سراغش میاد، اینها رو بسپاره در طبقه سومی که از جنس خاک، یعنی حجره‌ای که از خاک پاک گسترده شده است، در اون حجره تختی که عرض می شود که اونجا واقع شده بدهد و بیاید بیرون. خب من حدود یک صفحه از حکایت رو و داستان رو که شرح این دروازه های پنجگانه است رو از روش عبور می کنم و دوستان می توانند ببینند اینکه دروازه اول چند تا در و دهلیز داره، دروازه دوم همینطور، دروازه سوم به قول سهروردی، و بعد دروازه چهارم که فراختر از این سه تا دروازه است و در این دروازه چشمه است که آب خوشی داره و پیرامون چشمه هم دیواری است از مروارید. از اینها عرض می شود که در می گذریم و تا به دروازه پنجم می رسیم که دروازه آخر است و این پیرامون شهرستان جان است. چون بناست که سالک طریق عشق داره این رو روایت میکنه دیگه، برسه به دروازه، برسه به شهرستان جان ببخشید، و اونجا عرض میشود که به سرمنزل مقصود واصل شود. خب دروازه پنجم پیرامون این شهرستان جان هست و هرچه که در شهرستان است میان این دروازه است و گرداگرد این دروازه هم بساطی گستریده شده و یکی هم بر بساط نشسته است. خب میگوید که در ادامه که توضیح میده عشق، میگه بفرماید، یعنی اون کسی که اونجا هست، بفرماید تا بساط در نوردد و دروازه به هم کند، و چون از این پنج دروازه بیرون جهاند، میان شهرستان براید و قصد بیشه شهرستان کند. خب حالا در
کوش که سه طبقه ای آمد، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، و بعد از اونجا که فارغ میشه به پنج دروازه میرسه سالک طریق. و وقتی که به دروازه پنجم هم رسید میگوید که چون از این پنج دروازه بیرون جهاند، میان شهرستان براید و قصد بیشه شهرستان کند. تعبیر جهان رو هم توجه دارید دیگه، در ادبیات گذشته وقتی به کار میرفته است، به لحاظ دستور زبانی هم این چنین است دیگه. جهان یعنی جهیدن، توجه دارید به این معناست دیگه. و به لحاظ ساختاری هم میدانید دیگه، مثل خندانه، یعنی از بن فعل به اضافه الف و نون. اما خب امروزه ما میگوییم جهان، اون ذهنمون به اون معطوف نمیشه و به کلمه‌ای که معادل ورلد به کار میرود معطوف میشه و معنایی که اینجا و در متون گذشته و در متون گذشتگان از جهان مراد میکردن رو ما در جهنده میبینیم. ملاحظه میفرمایید؟ اما این جهان یعنی همون جهیدن، جهان مثل خندان که صفتی است، یعنی اسم اینجوری ساخته شده است، خندان، گریان، جهان به این معنا. این که میگوید و چون از این پنج دروازه بیرون جهاند، یعنی بیرون جهد، وقتی این اتفاق میفته میان شهرستان برای و قصد بیشه شهرستان کنند. خب چون آنجا رسد آتشی بیند افروخته، و یکی آتش تیز می کند و یکی نشسته، و چیزی سخت بر آن آتش گرفته است تا پخته می شود، و یکی آنچه سرجوش است و لطیفتر جدا می کند، و آنچه در بن دیگ مانده است جدا می کند و بر اهل شهرستان قسمت می کند. خب داره توصیف می کنه که وقتی به اونجا می رسه از دروازه پنجم که بیرون میاد و میبینه یه آتشی افروخته و یکی آتش رو تیز میکنه، آتش رو عرض میشود که داغتر میکنه، افروخته تر میکنه، و یکی هم نشسته اونجا و چیزی هم بر آتش گرفته تا پخته بشه، و یکی نشسته و آنچه که در بن دیگ میمانه جدا میکنه و بر اهل شهرستان قسمت میکنه، شهرستان جان. آنچه لطیفتر است به لطیف میدهد و آنچه کثیفتر است به کثیف میرساند، و یکی استاده است دراز بالا و هر که از خوردن فارغ میشود گوشش میگیرد و بالا میکشد، و شیری و گرازی میان پیشه میان ببخشید بیشه استاده اند. آن یکی روز و شب به کشتن و دریدن مشغول است و آن دیگری به دزدی کردن و خوردن و آشامیدن. همه اینها نمادی است از اینکه این طی طریقی که میکنه سالک از پیش از طی طریق که میکنه همه اینها رو از پیش نظر میگذراند. کوشک سه طبقه ای، دروازه های پنجگانه، در آن قصد و سمین با همند، فرشته سیرت و دیو سیرت با همند، و اینجا هم میآیند و اینجا هم میآید و میبیند عرض می شود در آستانه شهرستان جان. به هر حال اهالی شهرستان هم که می بینه اونجا شیر و گراز هم هستند، و یکی به کشتن و دریدن مشغول و دیگری به دزدی کردن و خوردن و آشامیدن. خب همه اینها رو می بینه و باید بگذارد و بگذرد. کمند از فتراک بگشاید و در گردن ایشان اندازد و محکم فرو بندد. میدانید فتراک همون تسمه است که از پس و پیش زین اسب آویزانه، به اون میگن فتراک. در اشعار گذشتگان در عرض میشود فردوسی، حافظ بارها تعبیر فتراک به کار رفته است. اون تسمه و دوالیه که از بشد که از پس و پیش زین اسب دیدید دیگه آویزان میشه. میگه خب این کمند رو عرض میشود که اون ریسمان رو از پتراک می گشاید و بر گردن او می اندازد و محکم فرو بندد و عنان مرکب را سپارد و بانگ بر مرکب زند و به یک تک از این نه دربند به در جهاند و به دروازه شهرستان جان رسد و خود را برابر دروازه رساند. خب همه این توضیحاتی که داد عشق برای زلیخا در جهت توضیح این بود که سالک طریق چگونه میرسه به در دروازه شهرستان جان. مراحل سختی رو سپری کرد. شما اون سه طبقه رو ببینید که در کوش بود، بعد به این دروازه ها و
عرض می شود شیر و گرازی که دید و موجودی که فرشته صفت و عرض می شود شیطان صفت بود و و با او درگیر شد و در این حال اجازه نداد و به او گفته شد که نظر او رو هلاک بکنه. همه اینها عبور میکند از اینها و عنان مرکب رو هم میگیرد و بانگ میزدد و به یک تک انگار به یک خیز بلند از این نه دربند به در جهاند و میاد بیرون و میرسه به در آستانه دروازه شهرستان جان و خود رو مقابل آن میبینه. خب بعد میگه حالی پیری بیند که آغاز سلام کند و او را بنوازد و بخیش خواند و آنجا چشمه ایست که آن را آب زندگانی خواند. دیگه اکنون وارد عرض میشود که شهرستان جان شد. چشمه ای از آب زندگانی اونجا هست که میبینه سالک طریق در آنجاش غسل بفرماید کردن چون زندگانی ابد یافت کتاب الهیش در آموزد و بالای این شهرستان. تازه همه این مقدمات رو که طی کرده، همه این راه ها رو که پیموده و سپری کرده، پس از این که از آب زندگانی می نوشد و غسل می کند و زندگانی ابدی می یابد، کتاب الهی به او می آموزانند، در بالای این شهرستان چند شهرستان دیگر است، راه همه به او نماید و سیاحتش تعلیم کند. خب من یه پاراگراف مختصری دیگه بخوانم تا بعد اون وقت ببینیم زلیخا از او چه سوالی میکنه. این تعبیر آب زندگانی و زندگانی ابد که دیدیم هر دو رو سهروردی به کار میبره جالبه، برای اینکه شما ببینید در روزگار کنونی که در روزگاری که ما به سر میبریم در سده 21 و در سده 20 وقتی یه فیلسوف اوریجینال دیگری مثل ویتکنشتاین راجع به جاودانگی سخن میگه یا این تعبیری که اینجا به کار میبره زندگی ابدی یا زندگانی ابدی، تعابیر چقدر فرق میکنه. یعنی او به یه معنا بر همینجا انگشت تأکید میدهد، توجه میفرمایید، و اینکه زندگی ابدی از جنس زندگی کردن در حاله. من 5 نوبت توفیق بحث و گفتگو با دوست فلسفه پژوهی داشتم، شاید دوستان شنیده باشند یا آگهیش رو دیده باشند، در مؤسسه خانه دوستان آشنا درباره ویتکنشتاین و معنای زندگی با تمرکز بر آراء ویتکنشتاین متقدم و کتاب رساله منطقی فلسفی که خب من توفیق ترجمه و شرح اون رو روزگاری که ایران بودم داشتم. حالا ملاحظه بکنید اونجا وقتی که از زندگی ابدی ویتکنشتاین یاد میکنه، به تفصیل من در اون 5 جلسه به این هم پرداختم، چون معنای زندگی به نزد اون در زندگی ابدی بروز و ظهور میکنه، اما زندگی ابدی که تنین اینجایی هم داره، یعنی ابدیت از همین جهان پیرامونی آغاز میشه. لازم میکنید در فقره 6.43.11 میگوید اگر ابدیت را بی زمانی معنا کنیم نه مدت زمانی نامحدود، آنگاه زندگی ابدی متعلق به کسانی است که در حال زندگی میکنند. لازم میفهمید این چنین راجع به زندگی ابدی سخن میگه و معنای زندگی رو به زندگی ابدی وصل میکنه و البته اوصافی داره، مقوماتی به تعبیر دقیق تر زندگی ابدی که من هم در شرح خود آوردم و در آن جلسات پنجگانه به تفصیل به اونا پرداختم. یکیش همون زندگی در حال، دیگری زندگی درونی و سومی زندگی بی‌پرسش که از بحث کنونی ما خارج است. اما مرادم این بود که ببینید وقتی یه فیلسوف قرن بیستمی راجع به ابدیت سخن میگه و زندگی ابدی چگونه کفه بحث این جهانیش پررنگتره، یه فیلسوف پسامدرنی که در قرن بیستم تأمل و تفلسف میکنه و میگوید اگر ابدیت را بی زمانی معنا کنیم، یعنی کسی که در بی زمان میزید نه مدت زمانی نامحدود، آنگاه زندگی ابدی متعلق به کسانی است که در حال زندگی میکنند. زندگی ما پایانی ندارد، همانطور که میدان دید ما مرزی ندارد.
و از پی این خب راجع به معمای زندگی و معنای زندگی هم نکات نیکوی آورده است که از بحث امروز ما چنان که اشاره کردم از حوصله بحث امروز ما خارج است. باری تعبیر زندگی ابدی رو دیدید که ویتکنشتاین به کار برده است. سهروردی هم از زندگی ابدی یاد میکنه یا زندگانی ابدی، اما بحث آب زندگانیه و زندگانی ابده. و وقتی کسی به دروازه شهرستان جان برسه و از آن چشمه آب زندگانی بنوشد و کتاب الهی رو بیاموزد و وارد بالای این وارد این شهرستان جان بشه، اون وقت بر اثر این زندگی ابدی پیدا میکنه یا زندگی ابدی رو مییابه به تعبیر سهروردی. در واقع مادامی که ما در جهان پیرامونی به سر میبریم، سراغی از آب زندگانی و زندگانی ابدی نمیتوانیم بگیریم. سالک طریق هم اینجا چنان که دیدیم و با عنایت به کهن الگوی پیر فرزانه‌ای که به تفصیل در بابش سخن گفتیم، وقتی تونست به شهرستان جان برسد که اون کوشک سه طبقه‌ای رو در نورد، دروازه های پنجگانه رو در نورد و موجودات مختلفی دید که با هم مرور کردیم، و بعد که بانگ مر مرکب زد و از اون نه در بند جهید، به آستانه دروازه شهرستان جان رسید و خود رو برابر دروازه رساند. و اونجا که پیر او رو نواخت و به سمت خیش فرا خواند و از چشمه آب زندگانی نوشید و غسل کرد، اون وقت تازه زندگی ابدی رو فراچنگ آورد و چشید. میبینید تفاوت این دو جهان و دو نگاه رو میخوام توضیح بدم که چگونه ما وقتی که از دنیای رازدادایی شده سخن میگوییم در صده های اخیر، چگونه در آثار دو متفکر اوریجینال، یکی برخواسته از سنت ایرانی اسلامی ما، یکی برخواسته از سنت مسیحیت و فیلسوف قرن بیستمی، چگونه در باب زندگی ابدی با یکدیگر تفاوت رأی دارند. من با عنایت ویتکنشتاین رو انتخاب کردم که دغدغه‌های معنوی داشته و روزگاری که این کتاب رو می نوشته مرگندیش بوده است، یا از تعابیر هایدگری استفاده کنیم که یکی از عزیزان هم امروز در ابتدای جلسه از من پرسید، ایشالله در جای خودش توضیح بیشتری می دهیم. عرض می شود که هم مرگندیش بود او و هم مرگاگاه بود، و به این معنا ویتکنشتاین هم ایام این رو نگاشته که مرگ آگاه بود. نوشتن در احوالش که کتاب داستانهای انجیل تولستوی رو مرتب میخوانده و هم رزمانش در جنگ جهانی اول به اون میگفتن مردی با کتاب انجیلی، مرتب اون رو میخوانده، احوال اگزیستنشیل قریبی داشته است. کتاب رو حد فاصله میدانید سالهای 1914 و 1918 نکاشته و روزگاری که عضو ارتش اتریش بود در جنگ جهانی اول، اون منیوسکریپت رو روش کار میکرد و این بخش‌های اگزیستنشیلی که فقراتش رو براتون خواندم متعلق به اون ایامه. یعنی فکر نکنید این سخنان رو یه فیلسوف مدرنی گفته که بالمره بی عنایت بوده به جهان قدسی و روی از آن برگردانده بوده. نه، نه تنها روی بر نگردانده بود که اون ایام مسئلش این امور بود. خب با اون نبوغی که داشت و تعز می شود دلمشغولی که داشت، این چنین راجع به زندگی ابدی سخن گفته. اما وقتی میایم سراغ سهروردی، این مقدمات رو باید سالک طی کنه تا در آستانه زندگی ابدی قرار بگیره و از آب زندگانی بنوشد و بچشد. خب بعد که به اینجا میرسه، جناب عشق یک جمله دیگر رو هم اضافه میکنه در خطاب به زلیخا، میگه که و اگر حکایت آن شهرستانها با شما کنند. چون دیدیم گفت وقتی که به اینجا رسید و عرض میشود از آب زندگانی نوشید و زندگی ابدی رو یافت، تازه بالای این شهرستان چند شهرستان دیگر. میگه و اگر حکایت آن شهرستانها با شما کنم و شرح آن بدهم، فهم شما به آن نرسد و از من باور ندارید و در دریای حیرت غرق شوید. به این اختصار کنم و اگر این چه گفتم دریابید، جان به سلامت ببرید.
اقتصار یعنی به همین میزان بسنده میکنند. بیش از این نمیگویم. عشق به زلیخا. دیگه شرح آنچه که گفتم تا کنون تا رسید سالک طریق به آستانه و در شهرستان جان کفایت میکنه. دیگه بقیهش بماند. به قول مولانا در دفتر چهارم مثنوی، لب ببند در چه فصاحت دست. دیگه لب رو فرو بند، سخن مگو، دیگه رها کن. چون عشق این حکایت بکرد، زلیخا پرسید که سبب آمدن تو از ولایت خود چه بود؟ خب همین توضیحات رو داد که تفصیلا شنیدیم از جناب عشق. گفت خیلی خوب، حالا تو از ولایت خودت چرا آمدی اینجا؟ عشق گفت ما سه برادر بودیم، برادر مهین را حسن خواند و ما را او پرورده است، او ما رو بزرگ کرده پرورده است. برادر کهین را حزن خوانند. آنچه که پیشتر شنیده بودیم رو اینجا داره عشق روایت میکنه برای زلیخا. برادر کهین را حزن خوانند و او را بیشتر در خدمت من بود. او بیشتر در خدمت من بود، برادر کوچکتر من بود. عشق برادر میانی است و ما هر سه خوش بودیم. ناگاه آوازه ای در ولایت ما افتاد که در عالم خاکی یکی را پدید آوردند. بس بلعجب، هم آسمانی است و هم زمینی، هم جسمانی است و هم روحانی، و آن طرف را به او دادند و از ولایت ما نیز گوشه ای نامزد او کردند. میگه ما بودیم در احوال خودمون خوش بودیم، اما یه آوازه ای در ولایت ما افتاد که در عالم خاکی موجودی پدید آمده است، همون که در ابتدای داستان مونس العشاق شنید، که هم آسمانی هم زمینی، هم جسمانی هم روحانی، و آن طرف را به او دادند و از ولایت ما نیز گوشه ای نامزد او کرده اند. ساکنان ولایت ما را آرزوی دیدن او خواست. خب ما همه شائق شدیم که این موجود را ببینیم، آن که در عالم خاکی پدید آمده است. همه پیش من آمدند و با من مشورت کردند. آمدند پیش من، ساکنان ولایت ما. من این حال بر حسن که پیشوای ما بود عرضه کردم. توجه دارید دیگه، حسن پیشواست، بر دیگران تفوق داره، بر دو برادر دیگر و دیگر موجودات. من به حسن گفتم که یک چنگی داده است و آوازه ای در پیچیده و ساکنان ولایت ما میخوان این موجودی که هم جسمانی هم روحانیه، هم زمینی است رو ببینن. حسن گفت شما صبر کنی تا من بروم و نظری در اندازم، اگر خوش آید شما را طلب کنم. گفت اجازه بدید من برم ببینم چگونه است و خبر بگیرم از این موجودی که آوازه اش در افتاده، اگر خوب بود من شما رو طلب میکنم، میگم که بیایید. ما همه گفتیم که فرمان تو راست. خب من قبل از اینکه بقیه داستان رو بخوانم یه نکته توضیح بدم راجع به روحانی که اینجا به کار رفته، فقط جهت تأکید بر آنچه که احتمالاً دوستان هم میدانن و تفتون دارن. ملاحظه میکنید دیگه اینجا روحانی دقیقاً در مقابل جسمانیه و میبینید در متون گذشته و قدمای ما چگونه راجع به روحانی و روحانیون سخن میگفتن، و این همونطور که پیشتر هم گفتم و حالا پاره از عزیزان ممکن است از من شنیده باشند، پاره دیگر هم نه، این معطوف به تطور معنای روحانی از زمان قاجار به این سمت که ما امروز اینگونه میفهمیم. توجه میکنید؟ و الا در گذشته دقیقا روحانی همونطور که سهروردی به کار برده در مقابل جسمانی بوده و افاده معنای صنف روحانیت ابدا نمیکرد. این معنا متأخره، مستحدثه، از زمان قاجار به این سوس این معنای واژه روحانی. ملاحظه بکنید حالا این که سهروردی است البته مقدمه بر حافظه. حافظ هم که در قرن هشتم میگفت زدر در آب و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. خب از طنزی که در کلام حافظ در بیت دوم هست
که درگذرین طنز قوی که اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن، با اون بیت اول اینجا کار دارم. زدر در آب و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. مجلس روحانیان نه یعنی مجلس افرادی که معممن، یعنی کسانی که جسمانی نیستند. هوای مجلس روحانیان معطر کن. اینجا هم جناب سهروردی میگوید موجودی است که هم زمینیه هم آسمانیه، هم جسمانیه هم روحانیه. روحانیت به مثابه یک سنف و آنچه که امروزه از روحانی به ذهن ابتداعاً متبادر میشه، چنان که گفتم امر مستحدثی. شما امروزه وقتی میگید فلانی روحانیه، ذهنتون منصرف به این امر میشه که معمم داره و در کسوت روحانیت، سنف روحانیت. اما میبینید وقتی سهروردی رو میخونید، وقتی حافظ رو میخونید، این معنا از روحانی به ذهن متبادر نمیشه. خب بریم به سر وقت ادامه داستان. حسن به یک منزل به شهرستان آدم رسید. عشق داره توضیح میده دیگه برای زلیخا و اینکه چگونه شد که دیدیم اون تنین افکنده شد و ما در مقام این بودیم که دریابیم این آدم چه موجودیه. حسن به یک منزل به شهرستان آدم رسید، جایی دلگشا یافت، آنجا مقام ساخت. رفت و اونجا ساکن شد. ما نیز بر پی او براندیم، چون نزدیک رسیدیم طاقت وصول او نداشتیم. همه از پای در آمدیم و هر یکی به گوشه ای افتادیم. حسن ما را به خود راه نداد، چندان که زاری بیش می کردیم استقنای او از ما زیادت می دیدیم. چون دانستیم که او را از ما فراغتی حاصل است، هر یکی روی به طرفی نهادیم. حزن به جانب کنعان رفت و من راه مصر برگرفتم. خب حکایت خودش رو هم برای زلیخا میبینید این چنین توضیح میده که چه شد که آمده است و از ولایت خیش به مصر رسیده است. حسن که رفت و به شهرستان آدم رسید، همونجا ماند و دیگه ما رو چنان که گفتم تحویل نگیره. هر چقدر هم که زاری کردیم، استغاثه کردیم، فایده ای نداشت. وقتی که دیدیم از ما فارق شده، خب ما هم هر کدام سی خودمون رفتیم، به تعبیر رائج پی کار خیش رو گرفتیم. حزن رفت به جانب کنعان، به سر وقت یعقوب کنعانی، و من هم که راه مصر رو برگرفتم. خب اینا رو همه گفت. زلیخا چون این سخن بشنید، خانه به عشق پرداخت و عشق را گرامی تر از جان خود می داشت. اینا را وقتی که شنید زلیخا از جناب عشق، خانه به عشق پرداخت، یعنی کاملا عشق رو در آغوش گرفت، یا مرادم از در آغوش گرفتن یعنی ویلکامینگ بود، به استقبال او رفت، او رو گرامی داشت، گرامی تر از جان داشت و با او مأنوس و محشور شد تا آنگاه که یوسف به مصر رسید. خب اینجاست که دوباره سهروردی بر می کرد به روایت قرآنی یوسف و زلیخا و کنعان، یعنی عرض می شود یعقوب کنعان. بخش دلکش داستان یا دلکشتر داستان اینجاست که من بخش هایش رو می خونم براتون. فکر می کنم که توضیح و تکمیله آن و استشهاد به آیات قرآن میکوشم، البته یکی دو آیه رو بخوانم، اما تفصیلش میماند برای نوبت آتی. پس زلیخا وقتی که این رو شنید، خب گفتیم خانه رو به عشق پرداخت و عشق رو گرامی تر داشت تا اینکه یوسف به مصر رسید. حالا یادتون هست دیگه، من بعد به سر وقت سوره یوسف میروم دیگه، یعنی وقتی که یوسف از چاه در آمد، وقتی که برادران او رو در چاه افکندند، از چاه به در آمد و رسید به عرض می شود که مصر و سر از خانه عزیز مصر در آورد. نهایت کانتکست و سیاق داستان رو مد نظر داشته باشید. اهل مصر به هم بر آمدند، خبر به زلیخا رسید. زلیخا این ماجرا با عشق بگفت.
عشق گریبان زلیخا بگرفت و به تماشای یوسف رفتند. تعابیر رو میبینید چقدر لطیفه. یه وقتی که خب خبر رسید که یوسف به مصر آمده، خبر هم به زلیخا رسید، زلیخا این رو به عشق گفت که خب در خانه خود گرامی داشتش. عشق گریبان زلیخا بگرفت و به تماشای یوسف رفتند. زلیخا چون یوسف را بدید خواست که پیش رود، پای دلش به سنگ حیرت در آمد. از دایره صبر به در افتاد، دست ملامت دراز کرد و چادر عافیت بر خود بدرید و به یک بارگی سودایی شد. لازم میکنید عاشق شد. در دیوان شمس مولانا میگه این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام. یادتون هستی که استاد شهرام ناظری با صدای خوش این غزل رو خوانده است، یک بارگی در عاشقی پیچیده ام. اینجا هم سهروردی میگه که یک بارگی سودایی شد. زلیخا چون یوسف را بدید خواست که پیش رود، پای دلش به سنگ حیرت در آمد. متحیر شد و صبر رو فرو نهاد، از دایره صبر به در افتاد، دست ملامت دراز کرد. خیلی تعابیر لطیف و پرمغزیه. و چادر عافیت بر خود بدرید، میگه خب ملامتی شد، یعنی ملامت دیگران رو به جان خرید. و چادر عافیت رو هم بر خود بدرید، یعنی عافیت طلبی پیشه نکرد، عافیت سوزی پیشه کرد و به یک بارگی سودایی شد. خب بعد پاراگراف بعدی به چون یوسف عزیز مصر شد میپردازه که خبر به کنعان رسید. این خب بخش بعدی ماجراست که میدانید یوسف به عزیزی مصر میرسه. اما این فقره ای که خواندم، یعنی از وقتی که عشق گریبان زلیخا بگرفت و به تماشای یوسف رفتن تا اینجایی که چادر عافیت رو بر خود بدرید و به یک بارگی عاشق شد، اینا بخشهایی از روایت یوسف پیامبر است در قرآن که خب به مناسبات میان این دو اشاره شده است. من آیات مربوطه رو براتون میخوانم، خب چون سهروردی در دل این سنت بالیده است، عنایت دارید که خب در دیگر کتب مقدس هم ذکر یوسف رفته است، اما آنچه مد نظر سهروردی بوده است و اشاراتی که به سگانه یوسف، یعقوب و زلیخا میکنه کاملا برگرفته از روایت قرآنی آن است، من این بخش رو براتون میخوانم و توضیح میدهم تکمله داستان رو، یعنی از وقتی که یوسف عزیز مصر می شود رو به نوبت آتی می سپاریم. در قرآن می دانید، پیشتر هم گفتم، به تعبیر خود قرآن هم قصه یوسف احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین، آیه سوم سوره یوسف. میگه ما یه نیکو سرگذشتی رو یا نیکوترین سرگذشت رو برای تو حکایت میکنیم، از میشود که یا برای تو بله حکایت میکنیم، نقص علیک احسن القصص، ما این رو برای تو حکایت میکنیم، تا البته که موجب وحی به تو میکنیم که تا قد پیش از این هم از جمله غافلین و بیخبران بودی. خب حکایت رو بشنویم، اون بخشی که معطوف به رابطه عاشقانه زلیخا و یوسف است و به تعبیر سهروردی وقتی که از دایره صبر به در می افتد و دست ملامت دراز می کند و چادر عافیت بر خود می درد و به یک بارگی سودایی می شه زلیخا. خب از آیات 23 تا 30-31 سوره یوسف تناسب تام داره با آنچه که اینجا سهروردی برکشیده و در قالب این عبارات ریخته است.
میگوید که اولا اشاره بکنم پیشتر هم آورده ام، ما هیچ جا تعبیر زلیخا رو در قرآن نداریم. تحت عنوان همسر یا امرأت عزیز مصر از او یاد شده است. یوسف خب نامش رفته از یعقوب که پیامبری بود که شناخته شده بود، اسم و نام زلیخا نرفته است، اما حکایت اوست. میگوید که من از آیه 23 برای عزیزان میخوانم و معنا میکنم، دوستان خودشون هم میتوانند ببینن آیات رو. وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت حیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا یفلح الظالمون. آن بانو که زلیخا باشه که او در خانه اش بود، یعنی یوسف، خواست که از او کام بگیره، خواست که با او از او کامجویی، از او کام بگیره و با او مناسبات جسمانی داشته باشه. بعد میگه درها رو چفت کرد، بس، و غلقت الابواب و گفت بیا که من از آن تو هم. فقالت حیت لک، من برای تو هم، از آن تو هم. یوسف گفت پناه بر خدا، او آقای من است، عزیز مصر رو میگه. خب زلیخا همسر عزیز مصر بود. گفت پناه بر خدا، او آقای من است، به من جای نیکو داده و ستم کاران رستگار نمیشه، من این کار رو نمی کنم. تن زد. قال معاذ الله انه ربی، و به من جای نیکویی داده. اما خب به روایت قرآن قصه در این حد نمیماند و زلیخا آهنگ یوسف میکند، یعنی به سمت او میرود، درها رو هم که قفل کرده بوده. ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربهی کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. خب در حقیقت اون زن زلیخا آهنگ یوسف میکنه و میگوید اگر یوسف هم پروردگارش را ندیده بود آهنگ او میکرد، یعنی به سر وقت او میرفت. و ما چنین کردیم کذالک لنصرف عنه السوء، ما بدی و زشکاری رو از او بازگرداندیم، چرا که او از بردگان مخلص ما بود. خب شما همچنان روایت رو ببینید در قرآن، میگه این دو دنبال هم میکردن، حالا به تعبیر رایج ما، یعنی ظاهرا زلیخا از پی یوسف روان شده بود و میخواست او رو بگیره و از او کام بگیره، درها رو هم که بسته بود و حالا به تعبیر امروزین بخوایم بگیم دیگه، یا شهوت یا هر چی بر او غلبه کرده بود و در حالت متعارف لزوما نبود. و استبق الباب و قدت قمیصه من دبر و الف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. میگه آن دو تا به سوی در دنبال هم میکردن و بعد یکدیگر سبقت گرفتن، دنبال هم میکردن. و غمیسه میدانید در عربی یعنی پیراهن دیگه، و قدت غمیسه هم من دوبره، پیراهن یوسف از پشت پاره شد و به آستانه در که رسیدن اون یوسف، اون عزیز مصر رو دیدن. و الف یا سیدها لدى الباب، در آستانه در. دیدن که جناب عزیز مصر هم اونجاست. گفت که کیفر کسی که قصد بد به خانواده تو کرده باشه چیه؟ ما جزاء من اراد به اهل سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. زلیخا گفت دیگه، دید که همسرش هم در رسیده، گفت کیفری کسی که قصد بد به خانواده تو کرده باشه چیه؟ جز این که او رو زندانی کنی یا دچار عذابی دردناک بشه. زلیخا به عزیز مصر میگه. خب یوسف هست، زلیخا هست، عزیز مصر هست،
یوسف که این رو میبینه، خب اونجا واقع شده، میگوید که نه، خطاب عزیز مصر میگه، میگه او از من کام خواست. قال هی را ودتنی ان نفسی و شهد شاهد من اهلها ان کان غمیسه قد من قبله فصدقت و هو من الکاذبین. یوسف که او از من کام خواست و اگر شاهدی از خانواده آن زن شهادت بده، اگه پیراهن او از جلو چاک خورده زن راست گفته، اگر نخورده باشه دروغ گفته، چون اگر من به او تمایل داشته بم و او من رو پس زده، قاعدتا پیراهن من از جلو باید چاک خورده باشه و اگر پیراهن من از پشت عرض می شود پاره شده باشه، چاک خورده باشه، خب مشخصه که عرض می شود که پیراهن من از پشت دریده شده و کسی اون رو از پشت درید. خب بعد نگاه کردن، ادامه داد دیگه، یعنی توضیح که داد، دو تا شق گذاشت که و این کان قمیص او قدم این دو برم فکذبت و خب من از صادقی، و اگر پیراهن او از پشت دریده شده باشه، یعنی پیراهن یوسف، زن دروغ گفته و او از راست گویان است، یعنی یوسف. اما اگر پیراهن من از جلو چاک خورده باشه، خب من دروغ گویم و او راست گو. اینا رو یوسف میگه، خطاب به عزیز مصر. خب عزیز مصر هم نگاه کرد. فلما را قمیصه قدم این دو برم قال انه من کید کنه ان کید کنه عظیم. خب وقتی که عزیز مصر نگاه کرد، دید که پیراهن یوسف از پشت چاک خورده و بعد اینجا گفت این از نیرنگ شما زنان است. قال انه من کید کنه ان کید کنه عظیم، که نیرنگ شما زنان بزرگه. حالا اینجا عزیز مصر خطاب به همسرش میگه که زلیخا باشه و یوسف هم که اونجا ایستاده بود. و بعد جالبه که پیش از بیش از این نمیگه عزیز مصر و میگه که روی برگردان یوسفا اعرض عن هذا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. ای یوسف از این پیش آمد روی بگردان و خطاب به زلیخا میگه که برای گناه خودت آمرزش بخوا که تو از خطاکاران بودی. چیزی بیش از این نیست در قرآن. توجه میفرمایید؟ یعنی وقتی که بر عزیز مصر مکشوف میشه که خب این همسر او زلیخا بودی که به قصد کامجویی رفته به سمت یوسف، اما بیش از این نیست و میگه آمرزش بخوا از گناه خود و قصه رو ختم میکنه. البته خواهیم دید یوسف به زندان میفته، اما مرادم نحوه تعامل او با همسر خود که زلیخا باشد است. خب من دو آیه دیگر رو هم بخونم که حکایت رو، روایت رو از منظر قرآنی که متناسب با این قصه سهروردی است به اتمام برسانیم و انشاءالله تکملش رو و استشهاد به دیگر آیات قرآنی که با بخش دیگری از داستان متناسب است نوبت آتی پی میگیریم. قصه ملامتی بودن و چادر عافیت بر سر دریدن رو به روایت زلیخا میخوام شواهد قرآنیش رو که آیات 30 و 31 سوره یوسف است برای عزیزان بخوانم به عنوان حسن ختام بحث امروز ما. خب این خبر در شهر پیچید و برخی از زنان گفتند که زن عزیز مصر زلیخا از غلام خود کام می‌خواسته و به اصطلاح ما خاطرخواه او شده بوده. ببینید چه حادثه‌ایه که زن عزیز مصر خاطرخواه غلام خود میشه. چه اتفاقی افتاده؟ ملاحظه می‌فرمایید؟ وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ظلال مبين. زن عزیز از غلام خود کام میخواسته و خاطرخواه او شده بوده سخت و براستی که او رو ما در گمراهی آشکار میبینیم. خب عرض میشود که این خبر به گوش زلیخا میرسه، چنان که قرآن روایت میکنه مجلسی میآراید و این زنان رو دعوت میکنه.
و به دست هر یک از ایشان میوه و کاردی میده و خب به یوسف هم که از قبل با او هماهنگ کرده بود بهش میگه که از در در آید و در منظر و مرعای اونها قرار بگیرد. فلما ما سمعت به مکرهن نه، خب از مکر این زنان و این شایعی که راجع به او گفته شده بود آگاه میشه زلیخا، کسی رو نزد اونها میفرسته و مجلسی چنان که گفتم محفلی براشون آراسته میکنه. فلما ما سمعت به مکرهن نه ارسلت الیهن نه و اعتدت لهن متکاء و آتت کل واحدت منهن سکینا، سکین همون عرض می شود که ترنج، و قالت اخرج علیهن، فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن. یه وقتی که زنان، اون زنان یوسف رو دیدن شگفت زده شدن و از فرط هیجان و شدت هیجان دستهای خودشون رو بریدن و قطعن ایدیهن و قلنا حاشا لله، گفتن منزه است این خدا، ما هذا بشرا ان هذا الا ملك کریم، این یک فرشته است در میان ما، این بشر نیست. خطاب به یوسف گفتن، گفتن این که بشر نیست. و قطعن ایدیهن، دستهای خودشون رو از فرط هیجان و زیبایی که در یوسف دیدن بریدن و گفتن سبحان الله، این که بشر نیست. خب در آیه 32 هم ابتدای آیه همینه که این محفلی که می آراید زلیخا میخواد اونها رو بهشون بگه که قالت فذلکن الذی لمتننی فیه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکون من الصاغرین. زلیخا گفت که این همان فردی است که شما منو ملامت کردید، سرزنش هم کردید که چرا مفتون او شدم، این همون فرده. و البته میگه بله من از او کام خواستم ولی او تن زد. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، و خودش رو نگه داشت، ولئن لم یفعل، و البته میگه که تهدیدی هم توش هست که اگر به آنچه که به او میگم عمل نکنه، ولئن لم یفعل ما آمره، آنچه که به او امر میکنم و دستور میدهم اگر این کار رو نکنه او در زندان افکنده خواهد شد. توجه می‌فرمایید، این رو خطاب به اون زنان هم میگه. باری ملاحظه کردید که این قصه ای که خب ملامت دیگران رو هم به جان خرید، این که زن عزیز مصر مفتون و مسحور غلام خود بشه و راجع به او این پچ در شهر بیفته و به هر حال ببینه درباره او این چنین میگن، او هم کتمان نکرد، این محفل آراست که بگه شما هم جای من بودید همین میشد، دیدید که الان دستان خودتون رو بریدید. و بعد هم گفت به ایشان که بله من از او کام خواستم، اما او خودش رو نگه داشت. صراحت گفتی که در آیه 32 بود. این همون فردیست یک که منو سرزنش کردید، حالا دیدید خودتون وقتی که او از در درآمد، شما به جای اینکه میوه رو با کارد ببرید، ترنج رو ببرید، دستانتون رو برید. و این همونه، بله من از اون کام خواستم ولی او تن زد و خودش رو نگه داشت. خب این روایت تأمل برانگیز قرآن از رابطه میان یوسف و زلیخا و عزیز مصر که دیدیم، که البته متضمن نکات عدیده ای است که از حوصله بحث ما خارجه، من فقط روایت رو از قرآن براتون خواندم، روایت کردم قصه قرآن رو، و اون قدر که به داستان مونس العشاق مربوطه و چنان که اینجا زلیخا عاشق می شود و یک بارگی سودایی پیشه می کند و البته که چادر و عافیت رو هم بر خود می درد و دست ملامت دراز می کنه و ملامت دیگران رو هم به جان می خرد. بقیه داستان رو از جایی که یوسف عزیز مصر میشه که
پس از این وهله است که میدانید به زندان میافتد یوسف و بعد عزیز مصر میشه. خب در ادامه نوبت آتی دربارش سخن خواهیم گفت. از توجه دوستان سپاسگزارم. مشتاقم که از نکته سنجی های شما استفاده کنم و پس از آن بحث رو دنبال کنم. احیانا البته ما نوبت آتی هم در داستان یوسف توقف میکنیم و بعد بقیه حکایت رو میخوانیم و داستان رو به اتمام میبریم. عرض میشود که اگر مایل بودید جهت آشنایی بیشتر با روایت من از داستان یوسف پیامبر میتوانید اون فایل های پنجگانه رو که در سایت من هست و در ذیل مباحث قرآنی که در سایت آمده ببینید. چنان که نوبتی پیشین هم گفتم، فکر میکنم ماه رمضان دو سال پیش بود که من توفیق روایت خود از قصه یوسف پیامبر رو پیدا کردم و به تفصیل در اون باب سخن گفتم. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. ببخشید که قدری سخن به درازا انجامید، اما خب شیرینی و دلکشی قصه و نحوه روایت سهروردی ما رو به اینجا کشان که گفت آن کشنده می کشد من چون کنم. ممنون از عزیزان. مشتاقم که از ملاحظات شما استفاده کنیم. خسته نباشید. سلامت باشید خانم دکتر و همچنین دیگر دوستان و عزیزان. خب خودتون خانم دکتر میخواد شروع بفرمایید، ملاحظه دارید؟ من نظر خاصی ندارم آقای دکتر، استفاده کردم. سلامت باشید. راجع به شخصیت زلیخا که الان دیدیم میخواید ملاحظاتی دارید، نکته‌ای بگید اون مقدار که روایت شد و درباره شخصیت افسادن خیلی مشکلی، اطلاعات زیادی ما نداریم که بدونیم مثلا بتونیم بگیم که شخصیت چطور بوده. بله اصلا اطلاعات زیادی راجع به بقیه کارهای ایشون، روحیه ایشون، چیز فقط همسر عزیز مصر بوده و عاشق یوسف شده و چیز دیگه نمیدونم. بله مرادم این بود که ناظر به همین مضامینی که از سهروردی گفتم و آیاتی که از قرآن خوندم، ناظر به همین دیتاهایی که داریم، اگه ملاحظه‌ای دارید، نکته‌ای دارید بفرمایید. نه خیلی قضاوت کردن در این مورد سخته، نمیشه با این اطلاعات حد زد. بله بله. خب عرض می شود که بسیار خوب. آقا مشتاق شما بفرمایید. اصلا باشه نهایی دکتر، نکته و سوال خاصی ندارم. لذت بردم واقعا، خیلی خوب بود، ممنونم واقعا. لذت بخش بود. بله سلامت باشید. بله با سهروردی چقدر آشنایید مشتاق جان؟ آشنا نیستم اصلا، داشتم یاد می گرفتم ازتون. جالب بود نکاتی که می گفتین، تا حالا نشنیده بودم در مورد سهروردی. حتی توی مؤسسه کار کرده بودم توی ایران به اسم سهروردی، ولی هیچ وقت چیزی نداشتم که بدونم چی کار کرده، داستانش چی. در بسیار باش ممنون. عرض می شود که دیگر عزیزان، حالا قبل از مشما خانم می خواد شما بگید، بعد یلدا خانم و دیگران. می خواد شما بگید مشما خانم. سلام آقای دکتر، سپاسگزارم. من انقدر نحوه تعریف شما شیرین و دلپذیر بود که من همچنان محو بودم و نه همچنان خیلی ممنون، متشکرم. مرسی پرسش نیست، منتظر جلسات آتی هستیم و بسیار عالی آقای دکتر، ممنونم. سلامت باشید. بسیار خوب. خب شما یلدا خانم نکته دارید؟ بله آقای دکتر، من شما ممنون سوال دارم. خب من این که اولش یه جایی نقل میکنه از یه ساختمان 9 طبقه که بالای اون شهرستان جان هستش و اونجا یه پیر جوانیه که گنگه. خب ببینم این ساختمان 9 طبقه داستانش چیه و چه ربطی به اون ساختمان 3 طبقه داره و چرا اصلا از ساختمون استفاده کرده. و بعد سوال من اینه که اصلا چرا اومده حالا از داستان یوسف و زلیخا استفاده کرده. خب ببینم تحلیل شما از این که چرا اصلا سهروردی اومده
چه گرایشی داشته به این داستان که اومده این انتخاب کرده و چیز دیگه رو انتخاب نکرده، یه چیزی از زبان خودش حتی نگفته، از عشق ورزی خودش نگفته. این برام سواله. و خودم من هم آرشیتکتم هم روانشناس معماری هم خوندم، برام جالب بود این تحلیل طبقاتی، بعد حجره به حجره رفتنش، بعد اینکه از تبایع صحبت کرده، یعنی انگار یه چیزایی رو خواسته به هم بچسبونه ولی تمایل شخصیشو نمیدونم که چرا حالا اومده از تبایع صحبت کرده، چرا ساختمونا رو این شکلی گفته، عدد 3 عدد 9 چی اینجا، چرا یوسف و زلیخا رو گفته. من سوالی کردم. بله خب حالا من راجع به یوسف و زلیخا ایناش میگم. حالا قبلش بپرسم شما که آرشیتکتید خودتون، حالا راجع به این حجره ها چی فکر میکنید؟ یعنی چگونه است؟ بالا خیلی شبیه معماری هایی که ما در ایران داریم دیگه، یعنی خیلی فلسفه معماری ما با فلسفه عرفانی ما عجینه، خیلی ما درونگراییم، عرفان ما درونگراست، معماری ما درونگراست، برونگرا نیست. شما مثلا خانه هایی که تو کاشان هست ببینین اصلا عجیبه، یک سلسله مراتبی داره دیگه، هر چیزی یه تقدم تأخری داره، اول وارد میشی وارد یه هشتی میشی، مثلا چنم خانه طباطبایی ها رو مثال میزنم، وارد یه هشتی میشی، وارد یه ورودی میشی، بعد از اونجا تقسیم میشی، بعد سرسرا داری، بعد این عدد 3 دری 5 دری، بعد طبقات مثلا 2 طبقه بوده، 3 طبقه نمیتونستن اون رو بسازن، و خب اندرونی داشتیم و حیات مرکزی داشتیم، چیزی که همه به اون حیات در واقع نگاه میکردن، وسط اون حیات مرکزی آب داشتیم. شما نگاه کنید خونه هایی که تو کاشانه یا تو اصفهان حتی آب دارن، حتما حوض آب وسط هست و این خودش به لحاظ روانشناختی خیلی مهمه، علاوه بر این که معنی هم داره، چون آب خب بسیار کمیاب بوده در ایران و خیلی مقدس بوده، اینو همیشه به عنوان یه نمادی میذاشتن وسط، یعنی خیلی براشون مهم بوده که این آب نما رو داشته باشیم وسط حیات. حالا خب این که داستانه معماریه، ولی برای من جالبه این سهروردی چرا وارد معماری شده اصلا و این تبایع و چرا این شکلی کنار هم چیده. عجیبه. بسیار خب ممنونم. والا اون قصه معماریش رو شما گفتید، منم اونقدر که میدونم فن شماست، البته همین تفاوت، یعنی آنچه که در معماری ماست، اتفاقا یه آقای مفصل برای من نوشته بود، خب میدانید من در باب سپهری کار کردم، خیلی به او علاقمندم و خب این فرد معمار معماری در داخل کشور و اشاره میکرد که ما آورده بود که چگونه میشه برقرار کرد نسبتی میان شعر سهراب و اون اسپریچوالیتی که در شعر او هست با معماری که در کاشان اون روزگار وجود داشته و حالا الان هم میشه اونها رو بازآفرینی کرد و این با معماری غربی فاصله زیادی داره. باری میخوام بگم حالا اون بخش معماریش به کنار، عدد 9 و 3 و اینا فکر نمی کنم نکته ای داشته باشه مشخصا، چون اگر عدد 7 بود، عدد 40 بود، حالا 3 چرا؟ جزء اعدادی است که به هر حال مقدس، 3 7، اما 9 تا جایی که من میدانم نه، چون اشاره به عدد کردید. اما راجع به اینکه چرا به زلیخا و یوسف و یعقوب پرداخته، خب من فکر کنم شاید جلسه اول دوم شما نبودید، درست میگم؟ یا اشاره کردم به این که ببینید یه جور در واقع توضیح اینه که میخواد در باب 3 مقوله مهم که عالم انسانی متشکل از آنهاست به روایت سهروردی، که حسن باشه، عشق باشه، حزن باشه، این 3 رو میخواهد درباره شون توضیح بده و این رو روایت کنه به عنوان یه راوی. و بعد در نوبت اول که اینجا هم عشق در مقام توضیح به زلیخا به اون برگشت، این که وقتی آدم خاکی رو بیافریدن آوازه در ملأ اعلا افتاد، از همان
ابتدا میگه که از چهار مخالف خلیفه ای ترتیب دادن که اون طبایع چهارگانم که شما پرسیدید، خب میدونید طبیعت شناسی قدما بوده، ما امروز از این طبیعت شناسی استفاده نمی کنیم به نفع اغلبی و طب جدید، فیزیک جدید جایگزین شده، اما خب سهروردی در روزگار پیشامدرن زندگی میکرد و از همون اسباب و ادواتی که پیش چشم او بود استفاده میکرد برای تقریر تأملات و منویاتش. باری توضیح این فقره مهم که یک نوبت هم گفتم که این مفاهیم از جنس اقانی من به تعبیر سهروردی، یعنی سه تا قلمرو هم ببینید در باب تعین و تقرر مستقل اینها، یعنی انگار یه موجودن، از موجودی به نام حسن یاد میکنه، موجودی به نام حسن و موجودی به نام عشق، و اینکه اینا میرن سراغ آدمیان، یه تشخص و تعینی به اینها میبخشه که خب این با متافیزیکی که او بهش باور داشت در تناسبه، و این رو در واقع مظاهر جسمانی این سه مفهوم رو آمده در داستان یوسف سراغ گرفته، یعنی دیده این چقدر فیته، چه مناسبه اگر من میخوام راجع به این سه مفهوم مستقلا سخن بگم، به تعبیر دیگه میشد به قصه یوسف پیامبر نپردازه، این سه تا مفهوم رو به تفصیل دربارش سخن بگه. توجه دارید این مفاهیمی که ابسترکتن، انتزاعین، در عالم مثال یا در عالم نوافلاطونی تعین و تقرر دارن، برخلاف آنچه که از قول ویتکنشتاین گفتم بهتون که در باب زندگانی ابدی میخواد او سخن بگه، چگونه در قرن 20 صحبت میکنه و سهروردی چگونه از اقلیم جان یا شهرستان جان سخن میگه. باری وقتی که اون مفاهیم انتزاعی مد نظرشه، این مظاهر جسمانی رو خب در یوسف و زلیخا و یعقوب میبینه که از اون سه مفهوم محوری که به نوعی جهان بر اون اساس ساخته شده. به یه غزل حافظ اشاره کردم در دو نوبت که چقدر سهروردی اون غزل، در ازل پرتو حسن ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. خاطرتون هست این غزل رو خواندم؟ بله، بله. این سهروردی خیلی قوی داره و این خب یه متافیزیکیه همونطور که اشاره کردم، و داستان یوسف پیامبر و سه شخصیت انضمامی که یعقوب باشد و یوسف و زلیخا از منظر او با این سه خوب عجین میشه و به همین خاطر اون رو در کار کرده و روایت کرده. بعدش هم رفرنسش قرآن بوده دیگه، در واقع اومدیم تاییدی زده که اومدم این نمایش نامه رو براش پرسوناش پیدا کردم رفرنسش هم. بله به قول شما از این تعبیر بخوایم استفاده کنیم، نمایش نامه که پرسوناش بوده. بله اشاره‌ای نمی‌کنه، داستان همینیست که من میخونم اما روشنه و از هر من الشمسه که به قول شما رفرنسش قرآنه، چون دقیقا از این سه تا شخصیتی که در سوره یوسف برکشیده شدن و به تصویر کشیده شدن استفاده می‌کنه. بسیار خوب، ممنون. خب مهدی خانم شما میخواید بگید، بعد حوریه خانم، بعد جناب کبیری. ممنون آقای دکتر، استفاده کردم بسیار. من یادم میاد که آقای مدرس صادقی گفته بودن که شیخ اشراق مطالب فلسفی خودش رو با این داستان ها درآمیخته کرده و مطرح کرده، داستانهایی که تو این کتاب هست رو. یه مقدار فکرم رو اون بحثه که پشت هر کدوم از این داستانهایی که داره میده چه بحث فلسفی رو میخواد مطرح بکنه، این یه طرف ذهن منو داره. از طرف دیگه امروز این بخشایی که میخوندید و جلو میرفتین داشتم باز این به ذهن من رسید که شاید اینا اون شهود قلبیه که شیخ اشراق درش حالا به عنوان پایه گذاره تو این بحث فلسفه که فلسفهش فلسفه اشراق و اون بحث شهود قلبی، یه مقدار این به ذهنم رسید و خواست و بعد به این فکر افتادم که شاید هم خیلی نباید رفت دقیق شد تو این که کلمه به کلمه، خصوصا تو این بخشی که قبل از شهرستان جان میرسه به بیشه شهرستان که میرسه و اون آتش افروخته رو میبینه و اون چیزهایی که پخته میشه و چیزهای کثیف‌تر رو به کثیف میرسونن، لطیف‌تر رو به لطیف میرسونن. اینجا یه مقدار از اون حالت فلسفی و اون شهودی برای من این دوتا یه مقدار به قولی سوال ایجاد کرد. و یه مطلب دیگه این که
حس میکنم خیلی، یعنی خیلی که نه هیچی، شیخ اشراق اینجا زلیخا رو منفی نمیبینه، یعنی عشق رو در زلیخا به هوس نمیبینه. یه برداشت اینجوری هم از داستان زلیخا من داشتم امروز. حالا اگر درسته لطفاً بفرمایید، اگه نه نظری داری ممنون میشم. بله ممنونم از نکاتی که گفتید. من یه نکته‌ای که هم ناظر به پرسشی است که شما طرح کردید و در سخنان یلدا خانم هم بود بگم که یادم اومد و در پاره از منابع دیده بودم که این کوشک نوح اشکوب یا اشکوب که میگه آوردن که این شاید به نوح فلک خودمانه، یعنی تعبیر خب نوح فلکی که قدما بهش باور داشتن، این قصری که نوح طبقه است. چون من آوردم درسته، یعنی عدد 3 و 7 و 40 از در زمره اعداد مقدسن، اما اینکه چرا از نوح استفاده کرده عرض می شود اون نوح فلک خودمونه. تعبیر چهار تاق هم مراد عناصر اربعه است، توجه فرمودید، شش تناب هم جهات ششگانه. این رو گفته اند پاره از شارحانی که در همان قرن هفتم بر داستانهای شیخ اشراق نوشته اند. و اون پیری هم که در دروازه شهرستان جان نشسته که بهش اشاره کردیم، خب همون عقل اوله. اینا حالا سمبولیزم داستانه و تلاش برای واکاوی و شکافتن این سمبولیزم که خب اون چهار ستون رو من هم فکر میکنم چهار تاقی که مراد عناصر اربعه باشه که دیدیم در اون طبقه های مختلف کوچک هم از اونها ذکری رفت و اون نه اشکوب هم یا نوح اشکوب هم عرض می شود که فلکه، خب در مطابق با جهانشناسی و کیهانشناسی قدماست. و بعد حالا در انتهای داستان می بینیم که زلیخا و یعقوب و عرض می شود کنعان چه بر ایشان می رود. باری این رو خواستم توضیح بدم و از همینجا به اون پرسش اولتون می خوام اشاره کنم که به یه معنا بله این سمبولیزم رو معنا کردن شاید از این جنس باشه که تمهید مقدماتی که فرد میکنه یا سالک طریق تا از شر این امور راحت بشه، تا پای بنهد به درون دروازه جان، یعنی از شر این چهار تاقی که شش تناب و عرض میشود که یعنی از این عرض میشود عناصر اربعه و جهات ششگانه و از همه اینها عبور کنه، نوعی بی تعینی و بی سویی رو تجربه کنه. و این عبارت است از یا مصادف می شود با پای نهادن در شهرستان جان، بدین معناست. میشه اینگونه فهمید چون همش سمبولیزم دیگه، در مقام معناست از اون جسمانیت میخواد فاصله بگیره. دیدیم که گفت که عشق به زلیخا که انسان یا همون موجودی که پای نهاده و آوازش در افتاده هم جسمانی هم روحانیه، این جسمانیت رو میخواد در نبره و برای درنوردیدن جسمانیت خب به این عناصر چهارگانه اشاره میکنه سهروردی در داستان، به نه فلک اشاره میکنه، به عرض میشود شش جهت اشاره میکنه. حافظ هم که میگه فریاد که از شش جهت هم راه ببستن، به این جهات ششگانه عنایت داره، یعنی همه آنچه که از جنس کرانمندیه به تعبیر من و قید و بند و محدودیت و کرانه. به یه معنا این تمهید مقدماتی که می کند فرد و این مراحل رو در می نوردد، کوشک رو، طبقاتش رو، دروازه ها رو، همه اینها گویی تلاشیست برای اینکه اون سویه جسمانی رو فرو بنهد. و وقتی که اون سویه جسمانی رو فرو نهاد، اون وقت آماده می شه برای پای نهادن در شهرستان جان که همون امر روحانیست که بهش اشاره کردیم، میگه یعنی آنچه غیر جسمانیه و از آن به شهرستان جان تعبیر میکنه. راجع به زلیخا که گفتید نکته خوبی اشاره کردید. ببینید من روایت خودم رو میکرم، بله هیچ مذمتی یا داوری مضمونی احیانا اینا متوجه زلیخا نیست از منظر سهروردی چنان که دیدیم، و بیشتر در مقام توضیح اینه که خلاصه ملامت رو تجربه کرد و دست ملامت دراز کرد و چادر عافیت بر خود بدرید چنان که دیدیم. در این حال این منم باهاتون کاملا موافقم، حالا بقیهش رو هم خواهیم دید، زلیخا داوری مذموم نداره. در این حال این رو هم میخوام بگم خدمتتون که
حقیقتش تصویر قرآنی رو هم با همین بخشش رو مرور کردیم دیگه. شاید خصوصا به لحاظ فکری و فرهنگی ما انتظار داشتیم که اگر ما باشیم قرآن که عزیز مصر خیلی بر زلیخا خشم بگیره یا او رو از میان برداره یا او رو به زندان بیفکنه. توجه میکنید هیچ کدوم از اینها در روایت یوسف پیامبر و سوره یوسف نیست. البته که میگه خطا کردی استغفار کن، اینا رو خواندیم، اما بیش از این قرآن نمیگه و به اجمال و ابهام برگزار میکنه. توجه کردید؟ آنچه که در قرآن، بازم تأکید میکنم، روایت قرآنیش همین نیست که من براتون خواندم. و حتی به رغم این که اون زنان میآیند، شما فضا رو در نظر بگیرید، زنانی میآیند و همسر عزیز مصر به اونها میگه بله من آهنگی او کردم، من میخواستم از اون کام بگیرم و او دست رد زد به سینه من وقتی به اونها میوه و کار داد چنان که گفتن. میبینید اینا در قرآن آمده، جالبه، قابل تأمله. یعنی همسر عزیز مصر اینچنین از منویات خود پرده برمیگیره. و البته عزیز مصر خواندیم دیگه، گفت بهش که واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، گفت تو برای گناه خودت آموزش بخواه، تو از خطاکاران بود. چیزی بیش از این نیست در قرآن. میخوام بگم در سهروردی که بله هیچ راجع به زلیخا سخنی ارزش داوری نمی کنه، در قرآن هم به این میزان برگزار شده به اجماع و در همین حد که استغفار کنه رد میشه ازش. بعد چرا زندانش میکنن آقای دکتر؟ او رو زندان نمی کنن. دستور میده خانم زلیخا، حتی هست در قرآن که مثل بی بی سی هست که آخرش دیگه با هم صحبت میکنن. در قرآن همین آیه آخر که شما قرائت فرمودید به خانم ها میگه اگر باز هم نافرمانی کنه و به من کام نده زندانش میکنم. بله همین بله آخری بله. که خوندید آیه آخر آخر، بله درسته، همون جایی که به خانم ها میگه که آره من خواستم، دیدید که شما مگه جای من بودید همین کار میکردید، الان هم اگر حرفمو گوش نکنه میگم زندانش کنه. همین آیهی که قرآن میگم آقای سهروردی، خب بنده خدا به قول شما نظر بدی نداشته به عشق و عاشقی اینها، ولی چون به همین دلیل زندانش میکنه نه به خاطر حرف قبلیش گفت استغفار کن کفایت میکنه، کاری نکردی تو، قبول دارم، شوهره که اصل قصه بود گذشت کرده بود. این آیه رو اگر که حالا یا دفعه بعد یا هر موقع که صلاح بدین، هم آیه‌ای که تلاوت بله بله ببینید، نه درست میفرمایید، فقط توجه داشته باشید یوسف زندان میشه و زلیخا اصلا زندانی نمیشه. من یوسف رو دارم میگم زلیخا میگه که خانم ها دیدید که این چقدر قشنگه، انقدر قشنگه که دستاتون رو بریدید به جای پرتقال، حالا اگه حرف منو باز گوش نکنه و به من کام نده. همین آیه رو تو فرده قرآن جلوتون بذارید، من بله. قرآن رو بذارم. همین آیه آخری که خوندید درسته، اگر به من، به حرف من باز گوش نکند زندانش بله. میکنیم و به همین دلیل زندانش کردم. خب حالا ببینید، آره درسته، من حالا این حقیقتش اونی که قرآن میگه در این حد اشاره درست، همونطور که گفتید بله منم تصویر و تلقیم همین بود و هست. ببینید در باب اینکه چرا یوسف زندان میشه، میشه این گونه گمانه زنی کرد چون توضیح تفصیلی تو قرآن داده نشده. و حالا ببینید زن پادشاه بوده و خب این حرف و حدیث هم که بوده میشه این گونه فهمید. من یادمه با پاره از دوستان همون چند سال پیش هم چند نوبت به تفسیر راجع به سوره یوسف با هم دیگه گفتگو میکردیم، جلسات حضوری مباحثه داشتیم. من اونجا میگفتم، حالا یکی دو نفر از دوستان فاضل و عرض میشود که دین پژوهی که در قم هم سالها کار کرده اند، اون کیشان هم بودن در تورنتو و دوستان هم رأیشون همین بود. ببینید خواسته که عزیز مصر میشه اینا رو دیگه فهمید. میگم متن قرآن چیزی بیش از این نیست. قصه رو بالاخره قصه قریبی بوده
یه جوری هم این که یوسف هرچی که بوده خب غلام بوده، یه جوری میخواستن قصه رو ببندنش دیگه، نمیشد هم که کامل علی رؤوس الاشهاد گفته بشه که خب زلیخا خاطی بوده. میدونید در این حال از خون یوسف، حالا بخوایم به لسان گذشتگان بگیم که غلام بوده، اهمیتی نداشته، استقلالی به تعبیر امروزی یا حقوقی از پیش خود که نداشته، هرچی که بوده غلام بوده. اما یوسف، اما عزیز مصر، از خونش به این معنا بگیم در میگذره، قصه رو میخواد جمع بکنه، یوسف رو میندازن زندان که دیگه بیش از این قصه گر نگیره، حرف و حدیث نباشه، آبا از آسیا بیفته. توجه میفهمید چنین تدبیری به نظر میاد که پشت قصه است. این که اونجا اینو گفته، خب از عصبانیت هم گفته این رو زلیخا، چون کام بهش نداده بود یوسف و عصبانی میشه. بعدم یادمون باشه به حال زن عزیز مصره. اونی که در این حال تأمل برانگیزه اینه که به رغم اینکه عزیز مصر دریافت و فهمید که همسر او که زلیخا باشه آهنگ یوسف کرد نه یوسف، اما بهش فقط به این میزان که گفت عشق زمینی هم بوده است. بله البته که بوده. بله 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 زمینی خیلی معمولی. بله کاملا. بله نه اصلا تعبیر کام گرفتن بود در آیاتی که خواندیم. بله بوده کاملا. و یوسف به عزیز مصر گفت که قال هیه راودتنی، گفت که او میخواست که از من کام بگیره. به صراحت میگه هیه راودتنی ان نفسی، میخواست از من کام بگیره. به صراحت به عزیز مصر گفت، یعنی میخوام بگم بله زمینی بوده، رومانتیک بوده و خب به روایت قرآن هم یک سویه بوده البته و استنکاف میورزه یوسف. میخوام بگم بله قطعا زمینی بوده، رومانتیک بوده و در این حال مواجهه عزیز مصر رو ذکر میکنم و اون توضیح این که احیانا به زندان افکندن یوسف رو چگونه میشه توضیح داد. تدبیری اندیشیده شد برای اینکه قصه کش پیدا نکنه چندان و آبها از آسیا بیفته. اما در این حال این نکته هم قابل تأمله که خطاب به افرادی چند نفر دیگه، همین آیه 31 که خواندم به راحتی میگه که، یا 32 میگه این همونیست که درباره او منو ملامت کردید، سرزنشم کردید. فذالکن الذی، این همون کسیست که به من گفتید و من از او کام میخواستم ولی او خودش رو نگه داشت. یعنی به دیگران همین رو میگه، به دیگر زنان. بله میگم حتی آخر آیه میگه که اگر الانم به من کام ندهد و نافرمانی بله. کنند. شما اگر آیه رو تا آخرش بخونید. بله پیش چشم مردان. بله درسته. آره میگه اگر بله. که الان هم نافرمانی کند زندانش میکنم و بعدن به این خاطر زندانش میکنم، نه به خاطر ماسمالی کردن و که مثلا شوهرش بله شوهرم گفت اب نداره اصلا به استغفار مستغفار هم نزد، خب کاری نکرده بود بدبخت که استغفار کنه. نه درسته، ولی این که چرا ما البته این چیزا که میگم مربوط به دوره دبیرستانمونه، برای همین من مداخله نمی‌کنم چون ما این قصه ما همیشه هر ماه رمضانی یه بارم از شما آمدیم جلسه سلامت باشید داستان حضرت یوسف، همیشه این 60 سال قوم توی ماه رمضان ها این داستان حضرت یوسف رو ای گفتن این قسمت به اصطلاح جسمانی و نمیدونم مسائل حالا خانوادگیش هم هی میخواستن یه جوری درس پوشی کنن. یه معلم هم داشتیم گفت نه آقا جون، هم زمینی بوده، هم میخواسته، هم اون موقع رسم بوده، هم بردش بوده، غلامش بوده، اصلا شرع و مرع و اینا ما الان درست میکنیم و الا خب کنیز و برده در اون زمان ها میتونستن کامجویی کنن. اما شأن و شؤون اشکال داشته، نه اینکه حکم دادگاه آقایدان کیو میخواستن مثلا. بله به قول شما همین که عرض کردم شأن و شؤون بوده. راجع به اون زندان شدنه به نظر میاد حالا میتونیم گفتگو بکنیم جمعی این عوالم بوده. همین آیه رو شما تا آخرش نه توجه دارم. نه ببینید این که توجه دارم. بله من امروزم خوندم که لیسجنن و لیکونن من الصاغرین، این درسته. میخوام بگم در این حال آخه اینا صدر و ذیلش هم باید بخونه. ببینید اونجا خب آیات پیشتر شوهر که عزیز مصر باشه بهش میگه استغفار کن، به زنش میگه دیگه، به زلیخا میگه و میگه نیرنگ شما هم بزرگه. دیدید دیگه خواندی میگه تو آره به یوسف نمیگه استغفار کن، به زنه میگه خانم عرض میکنم من که میفهمم چی شده.
نه منم در اجازه بفهمید، منم همینو میگم، میگم به زنش، به زلیخا میگه که استغفار کن. یعنی میخوام میگم در این حال میدانه که خطا کی کرده و در این حال بهش میگه تو از این روی بگردن، و به زنش میگه که تو از این گناهی که کردی و استغفری لزم بکر انکه کنت من الخاطئین، یعنی بهش میگه تو از خطاکاران و خاطئان بوده ای. در این حال میخوام بگم یعنی اگر هم این بوده این رو میدونه، یعنی این آیه رو نمیشه در نظر نگیریم. و بعد هم که حالا دوباره به تعبیر شما که به درستی میگی تو قرآن آمده که کامجویی میکنه، میخواد بکنه و باز یوسف تم میزنه، خب نمیشه که عزیز مصر که میدانه یوسف عرض میشود که بیگناه هست، صرفا به این خاطر که خب این زنش دوباره خواسته از او کام بگیره و یوسف کام نداده، زندانش کرده باشه، یه تدبیر دیگه هم بعد در کار میبوده. من میخوام اینو بگم چون خودش جلوتر به زنش میگه تو گناهکاری، کنتم انکه کنتم من الخاطئین. میخوام بگم هم اون بوده، همون قصه کش ندادن و تدبیر اندیشیدن و آب از آسیاب افتادن، اینجوری به نظر میاد. جمعی این عوالم بوده که خواستن یوسف از صحنه مدتی دور بشه و نباشه. دور باشه. ما یه معلم داشت همین هم میگو. گفتم فعلا زندانش کنن، از دسترس دور باشه. بله دور باشه. از جلوی چش این خانم نباشه. بله. همه اینها از معلم ها. بله نه. بخشش درسته و میخوانه. بسیار خوب. ممنون از شما که مشارکت خوبی هم امروز کردید. به خاطر این بحث سلامت باشید. خب حوریه جان اگر شما هم نکته‌ای دارید و دیگر عزیزان، من مشتبه جان رو که گفتم بقیه رو نمیبینم، اگر هست رها خانوم هم بعدم بگید. حوریه خانوم شما بگید اگه نکته‌ای هست، بعد ببخشید جناب کبیری هم موندن بسید. بله اول شما حوریه خانوم. بله خیلی ممنون آقای دکتر، من نکته‌ای ندارم، استفاده کردم، متشکرم. سلامت باشید. بله شما چیزی اضافه نداری بکنی؟ بله. نه من خیلی استفاده کردم از داستان یوسف خزالی. سلامت باشید. بسیار خوب. رها خانم شما بگید که حسن ختام جناب کبیری باشن. بفرمایید. میوتید. خیلی متشکرم. بله خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار عالی، لذت بخش بود و اینقدرم توصیفات جناب سهروردی دلنگیزه که واقعا هیچی باقی نمیمونه با توضیحات بسیار کامل شما. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. حرف من ندارم. سلامت باشید. خب جناب کبیری بفرمایید. ممنونم جناب دکتر، وقتتون رو خیلی زیاد گرفتید. من امتیاز نفر آخر اینه که در حقیقت دوستان به پرسش‌های ما در طول این مورد جواب میدن و شما همینجور. در حقیقت اون سوالاتی که من میخوام بکنم خود به خود دوستان هم مشترکن دارم و شما پاسخ میدید، این دیگه چیز آنچنانی نمیمونه. در مورد سهروردی باید ما خیلی بریم جلوتر آقای دکتر تا بهتر بتونیم بشناسیم، تا مثلا بتونیم این سوال بکنیم که چرا ایشون از داستان یوسف و زلیخا استفاده کرد برایش بحث خودش. هنوز خیلی مونده ما بشناسیمش. من چیزی که دارم میخونم فعلا رسیدم به این که آره ایشون رفت اصفهان، اونجا برای خودش تعالیم رو یاد گرفت، بعد حالا برگشته خواستم بهش دن بدن، نداد، قبول نکرد و در حقیقت رامو میخوام ادامه بدم، حالا داره میره مراقه. این که حالا باید خیلی بریم جلو تا شخصیت واقعی این مرد بزرگوار رو بشناسیم، بعد وقت میتونیم به سوالات خودمون جواب بدیم که چرا از بعضی از مفاهیم حالا یا در قرآن یا در موردهای دیگه از در گفتارهای خود داستانهای خود سود برده، استفاده کرده. به هر حال ممنونم، انشالله هفته آینده میبینیمتون. خلاصه یه چیزش معمولا من آخرش یه چیز کوچولویی بگم در مورد اون بحثی که شما رو اولش داشتین برای به اصطلاح قتل یک نفری که فلان. من یک پسرعمه‌ای داشتم، ایشون چیز بود، دائم الخمر بود از قبل از انقلاب، عادت کرده بود به خوردن مشروب، کارش هم نمیشد بکنید، یک معتاد بود. بعد از انقلاب خیلی جاها رو تعطیل کردن دیگه، جایی نبود که مثل اون دکه ها برن و استفاده بکنن. اینی که این شبا دو سه نفری که با هم بودن میرفتن توی این دکان ها یا جاهایی که مثل
جای خلوتی بود، مشروب میخوردن و حالا بعد میرفتن خونه. این طوری شده بود که همه اون اهالی کمیته های محل دیگه اینو شناخته بودن که این اینجوریه و کارش هم نمیشد بکنی، چه کارش کنن. و جالبش این بود که بعضی از این به اصطلاح اعضای این کمیته که اکثرا موتور سوار بودن، وقتی وضعیت خراب اینو میدیدن، اینو ترک موتورشون میشنوندن و میبردن در خونه به زنش تحویل میدادن. خدا رحمتش کنه، این هم از یه نفر که در حال دائم الخم بود ولی از دست این حاکمیت زنده در رفت و به مرگ طبیعی بود مردش. ممنونم از صحبتتون، امیدوارم هفته آینده ببینم میتونم. بسیار خوب، بله، ممنون از شما و دیگر دوستان و مشارکت و مساهمت خوبتون در بحث امروز. انشالله نوبت آتی، بله، پی میگیریم بقیه حکایت رو و داستان مونس العشاق رو به روایت سپهری، ببخشید، به روایت سهروردی میخوانیم و دربارش با هم گفتگو میکنیم. این سپهری و سهروردی هم یه مقداری با هم هم آوان، یعنی عرض میشود هر دوشون مجرد بودن، اسمشون هر دوشون حالا ذوق شعری و ادبی داشتن. پاره از این اشعاری که در داستانهای سهروردی آمده من بعداً نگاه میکردم سروده خود اوست، البته که به عنوان شاعر شناخته نمیشه و فیلسوف و داستان نویسه، اما به هر حال در نوبت نخست گفتم از حیثی قرابتی میان این دو هم هست. اما به هر حال یادم یک بار پدر که آمده بودن تورنتو و سخن میگفتن در بنیاد، سخنرانی داشتن، بعد در بخش پرسش و پاسخ به شوخی و با عنایت به علاقه وافر من به سپهری و آثار متعددی که در باب او نوشتم و خب اونجا هم درس گفتاری برگزار میکردم، به طنز گفتن این بنیاد سهروردی شده بنیاد سهرابوردی، و اشاره به این که این عرض میشود که اسمش سهروردیه، در این حال هم از سهروردی در آن ذکری میره و از اون بیشتر ذکر سپهری میرود، سهراب سپهری. باری به هر حال این عرض می شود که دینی که بود و عنوان این بنیاد که از شیخ شهاب الدین سهروردی برگرفته شده که شرحش رو نوبت اول آوردم، خرسندم که مجال برگزاری دوره‌ای به نام اون بزرگوار فراهم شده و ما همچنان در پیشیم. کار داره، فکر نمی کنم هنوز به نیمه هم رسیده باشیم و داستان‌های متعددی در کار است پس از اتمام این دوره که به هر حال چند سباهی میهمان جناب شیخ شهاب سهروردی خواهیم بود. ممنون از همه عزیزان، تا هفته آتی نوبت